وقت شما بخیر. ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید شورای امنیت در حل چالش‌های پیش روی صلح ناکام مانده. موج جهانی حمایت از مردم فلسطین. خودسوزی یک نظامی آمریکایی در برابر سفارت اسرائیل. همزمان آخرین روز بررسی پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی در لاهه برگزار می‌شود. مخالفت بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با مشارکت در انتخابات. به صحنه آرایی تن نمی‌دهیم، در انتخابات مهندسی شده شرکت نمی‌کنیم. موج سرما، بارش برف و باران در بیش از 20 استان ایران. برخی جاده‌ها از جمله چالوس مسدود شدند. کلاس‌های درس برخی استان‌ها غیر حضوری شد. در ادامه همین برنامه، بازتاب تحریم انتخابات در روزنامه‌ها. جمله از بی‌نشاطی سیاسی در جامعه نوشت. اقتصاد پویا از بی‌تفاوتی مردم به انتخابات گزارش داد. پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه و به مدت یک هفته در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز می شود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در این نشست حضور دارد و امروز سخنرانی خواهد داشت. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته. او از جمله سخنرانان روز اول است. شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواستند هنگام سخنرانی امیر عبداللهیان سالن نشست را ترک کنند. امیر عبداللهیان در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در رابطه با جنگ اسرائیل و حماس، آمریکا را فاقد اراده برای پایان این جنگ دانسته. تصاویر زنده‌ای که می‌بینید مربوط هست به برگزاری همین نشستی که گفتیم، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. فردی که در تصویر در حال سخنرانی مشاهده می‌کنید وزیر خارجه کامرون هست. دنبال ترویجشون هست به عنوان یک عضو این جامعه جهانی و همچنین استقبال می‌کنیم از تشکیل 55مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آستانه اون هستیم. تشکر می‌کنم از توجه شما. سپاسگزارم از آقای وزیر خارجه کامرون امبلا و حالا آقای توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد از طریق پیام ویدیویی صحبت‌های خودشون رو برای ما خواهند داشت. بله، بخشی از برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل رو دیدی در همین نشست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم در آغاز نشست در واقع سخنرانی داشت. او شورای امنیت سازمان ملل رو در ایفای نقش خود برای حل چالش‌های پیش روی صلح و امنیت جهانی ناکارآمد دانسته. گوترش گفته شورای امنیت در ترکیب و شیوه فعالیت خود نیازمند اصلاح است. جهان ما هر روز داره ناامن‌تر میشه. بعد از دهه‌ها روابط باثبات بین قدرت‌های جهانی داریم وارد یک دنیای چند قطبی میشیم و البته این فرصت‌های جدیدی رو برای رهبری و عدالت در سطح بین‌المللی ارائه میکنه. ولی البته باید توجه داشته باشیم که در دنیای چند قطبی اگر که نهادهای چند جانبه وجود نداشته باشن یا قوی نباشن، نتیجه میتونه فاجعه بار باشه و حاکمیت قانون تحت تهدید قرار بگیره. از اوکراین تا سودان تا میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو و غزه، طرفهای درگیر در جنگ دارن قوانین بین الملل، کنوانسیون ژنو و حتی منشور سازمان ملل رو نادیده میگیرن. در شورای امنیت اغلب شاهد بن‌بست هستیم که نمیتونه به نقش خودش در مقابله با چالش‌های متوجه صلح و امنیت ما عمل کنه. در اوکراین، در غزه، در پی حملات تروریستی وحشتناک حماس در هفته اکتبر شاهد این هستیم که اعتبار شورای امنیت به شدت دچار ضعف شده. این شورا نیازمند اصلاح هم در ترکیب خودش و هم در شیوه های کاری خودش.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر میگوید در این اجلاس گزارش دو ارگان مهم حقوق بشری در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد. از این رو برای فعالان حقوق بشری ایرانی این نشست از اهمیت بالایی برخوردار است. این اجلاس 6 هفته‌ای هست، اجلاس بسیار مهمه، یعنی در میان 3 اجلاس شورای حقوق بشر که اجلاس عادیش هست، علاوه بر اون اجلاس فوق‌العاده هم گاهی داریم، در این اجلاس به طور مشخص خب مسائل مربوط به ایران مطرح خواهد شد. یعنی ما 3 هفته آینده در روز 15 مارس گزارش 2 ارگان مهمی که در رابطه با ایران هست، یعنی گزارشگر ویژه ایران و همچنین هیئت حقیقت‌یاب رو خواهیم داشت به شورای حقوق بشر که روز دوشنبه بعدش هم ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی در پیش از یک آخر هفته و بعد از یک آخر هفته، و قطعنامه مهمی که قراره که این 2 ارگان رو در واقع تمدید بکنه دورش رو مورد تصویب قرار میگیره. بنابراین کار بسیاری هست برای فعالان حقوق بشر ایرانی و خب ما هم در این حال که خب تحسن خودمون رو در وین حفظ میکنیم که امروز 519 روزش هست، به ژنو خواهیم رفت و اونجا همراه با دیگر مدافعان حقوق بشر در این رابطه تلاش خواهیم کرد که این قطعنامه مهم در این شرایط جهانی تصویب بشه. این نگرانی وجود داره که به خاطر مجموعه شرایط جهانی یک مقدار مسائل ایران کمتر مطرح بشه، این مقدار در حاشیه قرار بگیره و چه بسا این قطعنامه در معرض خطر باشه، ولیکن امیدوارم با کوشش ما مدافعان حقوق بشر بتوانیم در این راستا این تلاش رو بکنیم که در اون چند روز و بعد در هفته‌های قبل و بعد از اون حتما شرایطی به وجود بیاد که این قطعنامه تصویب بشه. خب ما 3 روز دیگه انتخابات فرمایشی نمایشی جمهوری اسلامی رو داریم، رفراندومی خواهد بود و با در واقع خواست نه به جمهوری اسلامی، چون خود در واقع مقامات عالی از جمله آقای خامنه‌ای هم صحبت کردن که شرکت در این انتخابات به معنی تایید نظام و عدم شرکت به معنی رد نظام، و خب مسلمه که اکثریت مردم کشور در این انتخابات شرکت نمی کنند و این رو رد می کنند. امیدواریم این رفراندوم چندمین بار رو به هر حال ما به این معنی داشته باشیم و نهایتا گوش شنوایی وجود داشته باشه در این ارتباط. تصاویر زنده که می‌بینید مربوط است به اعتراض کشاورزان مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل. امروز از صبح این اعتراض آغاز شده و شکل جدی به خودش گرفته. ماموران با کشاورزان معترض بارها درگیر شدند، با ماشین‌های آب‌پاش به سمت اونها رفتن. تصاویرشون توی در حال حاضر ببینید. نگاهی به چند خبر کوتاه بین المللی. رهبر طالبان در یک دستور شفاهی انتشار تصاویر مقام‌های این گروه را ممنوع اعلام کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده به افغانستان اینترنشنال، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به مقام‌های این گروه در ولایت قندهار دستور داده از مصاحبه تصویری با رسانه‌ها خودداری کنند. یک منبع تلویزیون ملی قندهار هم گفته نمایش چهره انسان در صفحه تلویزیون ممنوع شده. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه این موضوع که حزب حاکم او تمایلات اسلام هراسانه دارد را رد کرد. به گفته نخست وزیر بریتانیا، اظهارات لی اندرسون قانونگذار محافظه‌کار غیر قابل قبول بوده و او به همین دلیل تعلیق شده. اندرسون گفته بود لندن تحت کنترل اسلام‌گراهاست و صادق خان شهردار لندن پایتخت را به دوستان خود واگذار کرده. رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین میگوید کیف و کشورهای غربی می توانند از روسیه برای شرکت در نشست آینده صلح دعوت کنند. اندری یرماک گفته خواسته های اوکراین از روسیه برای پایان جنگ در این اجلاس بررسی خواهد شد. این نشست قرار است در سوئیس برگزار شود. اوکراین پیش از این با حضور روسیه در نشست های صلح مخالفت می کرد. تصاویر زنده‌ای که می‌بینید مربوط هست به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال صحبت. انسانی گسترده و سیستماتیک هست به دست تنها رژیم آپارتاید، رژیم جنگ افروز اسرائیل. در واقع شنیع‌ترین
جرایم و بزرگترین بحران اخلاقی را ایجاد کردند به واسطه 80 سال حمایت بی قید و شرط و حمایت از اشغال استعماری و نقض حقوق مردم فلسطین برای داشتن حق حاکمیت بر سرنوشت خودشون. در همین چند هفته اخیر بیش از 1000 انسان قصابی شدند یا کشته شدند یا زخمی شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست سازمان شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنو شده در حال صحبت بود. او کشورهای غربی و اسرائیل را متهم به ایجاد بحران اخلاقی و انسانی در جهان کرد. بردیا افشین گزارشگر ما از ژنو همراه ماست. بردیا، امروز قرار چه اتفاقی در جلسات بیفته و فکر می‌کنی باید منتظر چه خبرهایی باشیم؟ همونجور که داشتیم میدیدیم در همین سالن پشت سر من الان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان داره سخنرانی کنه و 7 دقیقه فرصت داره که سخنرانی کنه. انتظار نمیره که او پاسخی بده به نهادهای حقوق بشری اینجا در سازمان ملل متحد یا اون کسانی که دغدغه‌ای رو دارن که برای بیش از 4 دهه از فریادش زدن و بیشتر از قبل 1.5 سال گذشته شنیدیم، و اینکه جمهوری اسلامی از سوی نهادهای حقوق بشری، از سوی فعالان حقوق بشری، نهادهای جامعه بین الملل به عنوان یک ناقض فاحش حقوق بشر خونده شده، به خصوص بعد از اون چیزی که ما شاهدش بودیم، پس از کشته شدن مهسا امینی، ژینا و خیزش ژینا، ما شاهد سرکوب فعالان، سرکوب مردم در ایران بودیم. و طی 1.5 سال گذشته اینجا بارها در جلسات دوره‌ای شورای حقوق بشر به این مسئله پرداخته شده، و همونجوری هم که انتظار می‌ریم همین الان داریم از حرفای حسین امیر عبداللهی می‌شنویم، یک فرافکنی و او مثلا مسئله چون اون چیزی که در غزه می‌گذره اشاره داره، و خب این دور کردن تمرکزاست از اون چیزی که در ایران می‌گذره، ولی واقعیتش اینه که انتظار میره 2 هفته دیگه اون چیز مهم، یعنی اون چیزی که واقعا نهادهای بین المللی توجه خواهند کرد اینجا رقم بخوره. 25 اسفند ماه ما شاهد این خواهیم بود که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جاوید رحمان گزارش خودش رو ارائه خواهد داد اون روز 25 اسفند ماه، و احتمالاً دوره فعالیت او 1 سال دیگه تمدید خواهد شد. ضمن اینکه معترض و همون اندازه مهم، ما خواهانه این رو خواهیم دید که هیئت حقیقت یابی، هیئت 3 نفره که پس از اتفاقات کشته شدن ژینا مهسا امینی در ایران این هیئت اینجا تأسیس شده بود، اونها هم گزارش خودشون رو ارائه خواهند کرد. منتظر میمونیم که دقایق دیگه که صحبت های امیر عبداللهیان تمام میشه ببینیم که دقیقا اون چی گفته. متشکرم، حتما باز در طول روز با شما خواهیم بود. بردیا افشین گزارشگر ایران اینترنشنال که از ژنو همراه ما بود. اما یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده در اعتراض به جنگ غزه مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن خود را به آتش کشید. این مرد که لباس نظامی به تن داشته در ویدیویی که به صورت زنده از طریق اینترنت پخش می‌کرد گفت: من دیگر در نسل کشی شریک نخواهم بود. به گزارش نیویورک تایمز او با فریاد فلسطین را آزاد کنید خود را به آتش کشید. یک سخنگوی اداره پلیس واشنگتن هم وضعیت او را وخیم اعلام کرده. یادآوری می‌کنم که اگر با شخصی در تماس هستید که به خودکشی فکر می‌کنه یا احتمالاً به هر دلیلی این افکار به ذهن شما خطور کرده، حتماً با افراد آگاه و متخصص در تماس باشید یا به اطرافیان خودتون این موضوع رو در میان بذارید. اما محمد اشتیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، استعفا کرده. رادیو ملی اسرائیل 2 ماه پیش اعلام کرده بود یکی از شروط کشورهای عربی خالی حاشیه خلیج فارس برای سرمایه گذاری در نوار غزه پس از پایان جنگ ایجاد تغییرات اساسی در تشکیلات خودگردان فلسطینی است. این اقدام در بحبوحه تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ در غزه و شروع کار بر روی ساختار سیاسی برای اداره این منطقه پس از جنگ انجام شده. همزمان هیئتی از اسرائیل برای شرکت در مذاکرات صلح امروز راهی دوحه پایتخت قطر می‌شوند. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هدف راضی کردن متحدانش مواضع خود در مذاکرات را سخت‌تر کرده. بر مبنای همین گزارش نتانیاهو درخواست‌های جدیدی تر خواهد کرد که به شکست مذاکرات منجر می‌شود. یکی از این شرایط تبعید زندانیان فلسطینی با جرایم سنگین به قطر پس از آزادی است.
همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، آخرین ها رو بشنویم از شما، هم خصوصا درباره مذاکرات آتش بس و احتمال موفقیت آمیز بودن اونها. خب همونطوری که گفتی یک هیئت اسرائیلی امروز به دوحه قطر میره تا در اونجا مذاکراتی رو که در آخر این هفته در پاریس آغاز شده بود ادامه بدن. باید گفت که هیئتی که امروز به قطر میره یک هیئت میان پایه هست، در واقع به شکل بسیار محدودی توانایی داره که از خودش نرمش نشون بده و بخش از در واقع مسائل اساسی که بر روی اون تمرکز خواهد داشت این مذاکرات در قطر موضوعات تکنیکی است، مثل اینکه اسرائیل چند زندانی فلسطینی رو باید آزاد کنه یا اینکه هویت این زندانیا چه هست. همزمان حالا سیاست مداران اسرائیل صحبت‌های ضد و نقیضی رو بیان کردن درباره احتمال موفقیت این مذاکرات. از سوی ما آریه درعی رهبر حزب مذهبی یهودیان شرقی تبار شاس رو داشتیم، مؤتلف دولت هست، دهه هاست که مؤتلف نتانیاهو است، که او در یک مصاحبه دیروز گفت که شانس بسیاری وجود داره که این بار یک توافقی حاصل بشه که هم آتش بس موقت ایجاد بشه و هم شماری از گروگان‌های اسرائیلی آزاد بشن. از اون طرف ما بتسلل اسموتریچ، وزیر راستگرای افراطی دارایی اسرائیل رو داریم که گفته این چارچوبی که الان تهیه شده در پاریس بیشتر به نفع حماس است و به همین دلیل هم او گفته که اگر این توافق به کابینه بیاد او علیه توافق رأی خواهد داد. از طرف دیگه کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته که این نگرانی وجود داره در میان شماری از سیاستمداران که نتانیاهو بخواد برای به دست آوردن دل راستگرایان افراطی بیاد و به یک بار شرایط جدیدی رو برای توافق بذاره، از جمله همین موضوع که اگر در توافق قرار بشه که فلسطینیانی آزاد بشن که احکام سنگین دارن، احکام حبس ابد دارن به دلیل به جرم دست داشتن در کشتن اسرائیلی ها، این افراد باید تبعید بشن به قطر. باید گفت که این گزارش میگه که نتانیاهو تقریبا تنها هست در این اعتقاد در کابینه و حتی بخش بزرگی از وزیران لیکود هم در واقع مانند او فکر نمی کنن. ممنونم از توضیحاتت همکارم اشکان صفایی، اورشلیم. اما آخرین روز از جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری درباره عواقب حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی آغاز شده. در این جلسه نظر نمایندگان 52 کشور و 3 نهاد بین المللی مطرح خواهد شد. تصاویری که می‌بینید به صورت زنده و همزمان از همین نشست در حال پخشه. جلسات از دوشنبه گذشته آغاز شده و اولین باری است که از دیوان بین المللی دادگستری خواسته می‌شود. در این باره که سال‌هاست محل بحث و قطعنامه درباره سازمان ملل بوده، نظرات مشورتی خود را اعلام کنند. همکارم مصدق پارسا از مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه با ماست. مصدق، بیشتر از جزئیات این نشست از شما بشنویم. بله، از صبح امروز که روز آخر جلسه استماعی شروع شده، ترکیه نمایندهایش سخنرانی خودشان را انجام دادن، بعد زامبیا، بعدش هم اتحادیه عرب و به ترتیب کشورهای اتحادیه آفریقا و فیجی، اسپانیا، مالدیو کشورهایی هستند که امروز نوبت دارند تا دیدگاه خودشان را در این زمینه بگویند و کشورهای دیگه هم پیش از این دیدگاهشان را شریک ساختن تا سرانجام دادگاه بتانه به دو سوال اساسی که دبیرکل سازمان ملل پرسیده بر اساس قطعنامه مجمعی عمومی پاسخ بده. یکیش این که تبعات حقوقی فعالیت‌های اسرائیل در فلسطین و اشغال ادامه دار آنچنانی که در متن آمده در سرزمین‌های فلسطینی و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی در
بیت المقدس شرقی از جمله مواردی است که در موردش بحث میشه. بحث دوم تبعات بین المللی این رویداد برای کشورهای دیگر و برای سازمان ملل را مورد بررسی قرار میده و باید دید که دادگاه چه تصمیمی میگیره. همونطور که گفتید بار اول است که در این زمینه مشخص از این دادگاه خواسته شده، هرچند دومین بار است که از دیوان بین المللی دادگستری در دو دهه گذشته خواسته میشه تا در یک مورد نظر حقوقی ارائه کنه. پیش از این در مورد ساخت یک دیوار حائل توسط اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی دیدگاه این دیوان بین المللی خواسته شده بود و او زمان گفته شد که ساخت این دیوار حائل خلاف قوانین بین المللی است، اما چون احکام و دیدگاه‌های دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نیستند و دیوار کماکان پا برجاست و حالا هم اسرائیل بررسی این پرونده در اینجا کاخ صلح و دیوان بین المللی دادگستری را شرم‌آور خوانده و گفته که صلاحیت این دادگاه برای بررسی مسئله را به رسمیت نمی‌شناسد. متشکرم. همکارم مصدق پارسا مقابل دیوان بین المللی دادگستری لاهه. ممنون که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین امروز. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید شورای امنیت در حل چالش‌های پیش روی صلح ناکام مانده. مخالفت بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با مشارکت در انتخابات. به صحنه آرایی تن نمی‌دهیم، در انتخابات مهندسی شده شرکت نمی‌کنیم. بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه اعلام کردند در انتخابات مهندسی شده که در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم است شرکت نمی کنند. امضا کنندگان بیانیه با تاکید بر اضمحلال نهاد انتخابات در ایران و با توجه به نظارت استصوابی همچنین جلوگیری از مشارکت جریان‌های گوناگون گفتند به صحنه آرایی حکومت تن نمی دهند. مرتضی الویری، الهه امیر انتظام، حبیب الله پیمان، محمد توسلی، کیوان صمیمی و ابوالفضل قضیانی جزو امضا کنندگان این بیانیه هستند. همزمان با موج فزاینده مخالفت گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی با شرکت در انتخابات، تصاویر منتشر شده از تلاش برخی نامزدها برای جلب آرای مردم با واکنش‌های انتقادی کاربران در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده. شهروندان معترض این تبلیغات را مصداق بارز اقدامات نمایشی و رفتارهای دوگانه حکومت در مقاطع انتخاباتی و حیف و میل اموال عمومی ارزیابی کرده و در گرم کردن تنور انتخابات این اقدامات را بی حاصل دانستند. نماینده ساری فقط دکتر زمانی. مرتضی کاظمیان همکار من اینجاست در استودیو. بیشتر به ما درباره بیانیه‌ای که صحبتش رو کردیم، 270 فعال مدنی و سیاسی و ترکیب اشخاصی که اون رو امضا کردن و مواردی که در اون اشاره شده توضیح بدید. این من اشاره کنم همزمان با تلاش نهادهای حکومتی، صدا و سیما برای اینکه داغ کنن تنور انتخابات و همین کلیپی که دیدیم به هر حال یک حواشی در انتخابات وجود داره، اما همزمان این موج گسترده مخالفت با شرکت در انتخابات، تحریم انتخابات با ادبیات مختلف از طرف طیف‌های مختلف این افزایش پیدا کرده. این بیانیه 275 کنشگر سیاسی و مدنی خب جدیدترینشه که از این جهت قابل توجهه که خب قریب به اتفاق اونها در ایران هستن. جدای از تاکید بر اینکه انتخابات در ایران انتخاباتی که برگزار میشه مهندسی شده است، یک نمایشی از انتخابات و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیست، چند نکته قابل توجه داره. یکی اینکه اشاره میکنه به اینکه اون بنبست
شرکت در انتخابات یا بنبست اصلاحات منجر شده به اینکه حتی جریان‌هایی که اصلاح طلب بودن و انتخابات محور بودن اونها هم دیگه شرکت نکنن در انتخابات و به تعبیر اون روندهای انتخابات محور به تعبیری متوقف شده. نکته قابل توجه دیگه‌اش نقدیه که متوجه به اون اقلیتی می‌کنه که به دنبال مشارکت به هر قیمت در انتخاباتن و نقد می‌کنه کسانی رو که به تعبیر این بیانیه رویکردهای راستگرایانه افراطی دارن و نزدیکن به جریان اعتدالگرا که خب به نوعی آدرس میده به اون حلقه نزدیک به حسن روحانی و میگه که خب امضا کنندگان معتقدن که ما هم با این رویکرد به نوعی فاصله داریم و هم با اونهایی که رویکردهای چپگرایانه افراطی دارن و رفتارهای اونها ممکنه منجر به خشونت و جنگ حتی بشه. به این معنا با فاصله گذاری میان اون دو طیف رویکرد خودش رو که به دنبال برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است با مشارکت همه احزاب سیاسی، همه جریان‌ها، آزادی مطبوعات به نوعی لوازم و پیش شرط‌های انتخابات که در ایران مفقوده و منجر به بحران‌های مختلف شده بر این تاکید می‌کنند و اینکه نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی دچار اضمحلال شده و به تعبیری این نهاد انتخابات در ایران دیگه منحل شده و شرکت در اون عملاً منتفی شده و به خاطر این به صراحت گفتن شرکت نمی‌کنند. ترکیب امضا کننده‌هاش هم جالبه، یعنی یک طیفی از عمدتاً نیروهای ملی مذهبی، چهره‌های اون مثل آقای پیمان، آقای قهاری، حسین رفیعی، کیوان صمیمی، اعضای نهضت آزادی مثل مهندس توسلی، محمد توسلی، هاشم سباقیان، عبدالعلی بازرگان، اینها امضا کردند. برخی از روزنامه‌نگارانی که اینها رویکردهای رادیکال‌تر داشتن مثل عیسی سرخیز، علیرضا علوی تبار در امضا کنندگان هستند. همینطور چهره‌های مثل ابوالفضل قدیانی یا عبدالله ناصری که اینها رویکردهای رادیکال دارن و کاملا معتقد به تحریم فعال انتخابات هستند، یا مهدی نصیری که زمانی سردبیر کیهان بود حالا رسیده به عبور از این وضعیت، و البته چهره‌ای مثل خانم امیر انتظام، الهه امیر انتظام از نزدیکان جبهه ملی ایران، یا پروانه سلحشوری که خودش قبلا نماینده مجلس بوده. این ترکیب متکثر و متنوع رسیدن به اینکه شرکت در انتخابات عملا بلا موضوعه و مخالفت خودشون رو ابراز کردن. متشکرم از حضور و توضیحات شما اینجا در استودیو همکارم مرتضی کاظمی. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حکم یک سال زندان مهدی یراحی، خواننده معترض و حامی خیزش زن زندگی آزادی، به دلیل بیماری او و نیاز به خدمات پزشکی به مراقبت‌های امنیتی با پابند الکترونیکی تبدیل شد. وکیل مهدی یراحی گفته شعاع حرکتی این خواننده با پابند مراقبتی دستگاه قضایی 1000 متر است. به گفته زهرا مینویی این حکم با قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی از اول اسفند اجرا شده. مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران از شناسایی بیش از 440 بیماری نادر در کشور خبر داد. در آستانه 8 اسفند و روز حمایت از بیماران نادر، حمید رضا ادراکی از نیاز به بودجه 15 تا 18 هزار میلیاردی برای صندوق بیماری‌های نادر و صعب العلاج برای سال آینده گفته. سرمای شدید در بسیاری از استانهای ایران مدارس، ادارات و بانکهای برخی استانها را تعطیل کرده و جریان گاز در برخی صنایع محدود شده است. شرکت ملی گاز هشدار داد در صورت مدیریت نشدن مصرف انرژی، احتمال قطع گاز در نیروگاه‌های تولید برق و قطع برق منازل وجود دارد. برای همطور که گفتیم، بارش برف و باران شدید در بسیاری استان‌های کشور به مسدود شدن جاده‌ها منجر شده. به گزارش رسانه‌های ایران، بارش برف و باران در 26 استان برخی جاده‌ها از جمله جاده چالوس را مسدود کرده. مدارس هم در برخی استان‌ها تعطیل شده و کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند. بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، بارش برف و سرما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. بعد بارش برف در مناطق مختلف تهران به ویژه مناطق شمالی پایتخت باعث ایجاد محدودیت در تردد و مشکلاتی برای شهروندان هم شده. شماری از شهروندان میگویند با گذشت 24 ساعت از بارش برف و ادامه آن، ماموران شهرداری برفروبی در معابر و گذرگاه ها را هنوز آغاز نکردند. همزمان آموزش و پرورش استان تهران اعلام کرد کلاس های مدارس ابتدایی در برخی شهرستان ها به صورت غیر حضوری برگزار می شود. دامون محمدی معمار و شهرساز همراه ما هستند. با چه وضعیتی در مدیریت شهری روبرو هستیم که به ویژه در شهرهای بزرگ کشور می‌بینیم که این بارش برف زمستانی باعث میشه که ادارات، مدارس همه جا تعطیل بشه، حتی هشدار برای قطع جریان گاز هم صادر شده؟
با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم شما، عرض کنم یکی از مشکلاتی که به هر حال وجود داره عدم هماهنگی سازمان‌های زیرآب در ارتباط با همچین بحرانی است. یعنی با اینکه ما پیشرفت خیلی زیادی داشتیم در اینکه در زمینه هواشناسی شما بتونی پیش بینی بکنی و این پیش بینی باعث میشه که شما بتونی در شرایط بحران مدیریت بهتری داشته باشی، اما ما می‌بینیم هر چقدر که در دنیا در واقع این پیشرفت میکنه، در ایران متاسفانه به خاطر بی‌توجهی به حقوق شهروندان و عدم مدیریت درست این مسئله همیشه دچار بحرانی است. و حتی اون مسئله بس شنپاشی رو هم که یا به شکلی نمکپاشی رو هم که دنبال میکنن، اون هم عملا در دنیا دیگه منسوخ شده بنا به دلیل محیط زیستی. ولی در ایران ما میبینیم که همواره مسئولین به شکلی غافلگیر میشن و نداشتن تجهیزات مناسب به شکلی هماهنگ نبودن بین دستگاه زیرآب و داشتن سیستم مشخصی برای مدیریت بحران باعث میشه که همواره ما راهبندان خیلی شدید میشیم و عملا این فشار خیلی مضاعف میاد. در کنار اینکه خب اساس زیرساختی هم بسیاری از زیرساختهایی که در زمینه متاسفانه ما صدای شما رو با کمی تأخیر دریافت میکنیم. به محض برطرف شدن اشکال حتما باز با دامون محمدی معمار و شهرساز تماس خواهیم گرفت. اما اعتراض‌های صنفی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. جمعی از پرستاران و کادر درمان در شیراز برای اعتراض به تعرفه‌های پایین و غیر واقعی همچنین اضافه کاری اجباری امروز تجمع کردند. پرستاران و کادر درمان در سال‌های گذشته خصوصا بعد از همه‌گیری کرونا بارها اعتراض خود به شرایط شغلی، تبعیض و سطح پایین دستمزد را اعلام و در همین رابطه بارها تجمع برگزار کردن. بله، اما شهرام ناظری موسیقیدان و خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران اعتراض‌های آبان 98 و خیزش زن زندگی آزادی را از دلایل برگزار نکردن کنسرت در 5 سال گذشته اعلام کرده. شهرام ناظری در یک ویدیو توضیح می‌دهد، این توضیح را در آیین رونمایی از آلبوم هنری جدید خود ابراز می‌کند و از انقلاب مهسا می‌گوید. کنسل کردم، فکر میکنم 5 سالی که کنسرت اجرا نکردم. قبل از کرونا که اتفاقی افتاد ما کنسرت رو حذف کردیم، بعد 2 سال کرونا شد، بعد از کرونا اتفاقی دیگه افتاد، بعد دوباره داستان انقلاب مهسا شد، باز دوباره خوب کنسرت ها کنسل شد. بعد از این حالا یه قوامی گرفت، حالا کشور دیگه ایده خوب کنسرت دادن، اصلا یه آدم عجیب قریب بیمان از کجا آمدن. خیلی هم از من خواستن، همه از همه گونه، از حتی کسانی که در بخش فرهنگی و هنری مملکت هم هستن خواستن، ولی من قبول نکردم کنسرت بدم به خیلی دلایل. باشه برای سال بعد اگر اتفاقی بعد توی این کشور دوباره نیفته شاید بتونیم کنسرت بدم. خیلی گفتم خب مردم نباید محروم کرد، گفتیم مردم ما که دیگه همه چی محروم شده، حالا بذاریم کنسرت هم نشن. بنقدر همه ما داغ دیده هستیم و ناراحتیم که ابن داره یه مدت هم کنسرتیم واقعا نری چیزی نمیشه. اما جمعه این هفته روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به نظر می رسد موج تحریم انتخابات هر روز گسترده تر می شود، تا حدی که روزنامه های داخلی هم در این باره مطلب می نویسند و گزارش می دهند. روزنامه جمله مسئول بی تفاوتی مردم نسبت به انتخابات را نه دشمن بلکه خود حکومت دانسته. روزنامه اقتصاد پویا هم در گزارش نوشت مردم دیگر حاضر به رای دادن نیستند. برای بررسی روزنامه ها همراه هستیم با همکارم محمد رهبر اینجا در استودیو. محمد، قبلش هم داشتیم به همین موضوع میپرداختیم، فضای تحریم انتخابات در داخل ایران بسیار هر روز داره گسترده تر میشه و طیف های متنوع تری میپیوندن به کسانی که این انتخابات رو فرمایشی و نمایشی میدونن. اگه قرار بود فقط از انتخابات بگیم و اینها، خیلی مبحث حوصله سروری بود، ولی اون چیزی که جذابیت میده به این بحث این هستش که مردم دارن یک رأی ندادن اعتراضی رو پیش میبرن، یک تحریم بزرگ رو دست اندر کارش هستن که انقدر این بزرگ و در حقیقت
عظیم هست که دیگران هم نمیتونن به اون بی‌تفاوت بشن. حتی تو روزنامه‌ها میاد، روزنامه جمله رو ببینید، روزنامه جمله امروز گفته که خود ذهنیت مردم چیز دیگری است. این ذهنیت مردم با اون حرفی که خامنه‌ای اون بالا زده کاملا متفاوت هست و بلکه متضاد، و در ذهن مردم این هستش که هرچه رأی بدن رأی ندن هیچ تأثیری بر زندگیشون نداره و این رو بارها تجربه کردن. روزنامه جمهوری ادامه داده که این مسئولان ما نباید گردن دشمن بندازن، کسی جز حکومت مقصر این وضعیت نیست. آمدن کلی رأی دادن مردم به ریاست جمهوری رو در انتخابات مجلس، شرکت‌های بالا یعنی مشارکت‌های عظیم، اما هیچ که هیچ. خب این تقصیر دشمن نیستش که شما این وضعیت رو برای مردم درست کردین که به این روز بیفتن. روزنامه بعدی روزنامه اقتصاد پویاست که اون هم از ناحیه دیگری بررسی کرده. اول گفته که آقا یه کسایی رو برداشتن تایید سرایت کردن، اینا اصلا جوکن، یعنی در فضا نیستن، یک وعده های عجیب و غریبی میدن، یک حرفایی میزنن که مسخره دارن میشن از سمت مردم، این رأی دادن که هیچی، دارن مسخره میشن از سمت مردم که آقا اینها چه کسایی هستن، کمدینن دیگه، نمیدونم دلغکن، چطور هستش. یه بحث دیگه ای رو هم آقای فریبرز ناطقی اومده گفته که بالاخره رأی بدیم یا ندیم، و از دور اطراف خودش نوشته، یک گزارش میدانی از همین محله خودشون اومده داده و گفته که اینهایی که من میبینم یک سری قاطعانه میگن رأی نمیدیم و تحریم میکنیم، یعنی اونایی هستن که اعتراض دارن و عدهشون اصلا کم نیست، یعنی اعتراض خودشون رو بیان میکنن، میگن ما به خاطر اینکه حالا نظام رو قبول نداریم یا هر چیز دیگری به هیچ عنوان رأی نخواهیم داد. یعنی با رأی ندادن اعتراض میکنن. دقیقاً همینطوره. یه عده دیگه‌ای هستن که اینطور اعتراض نمیکنن ولی کاملاً بی تفاوت هستن و رأی هم نخواهند داد. اونها این زبان پرخاشگرانه رو حالا یکم کمتر دارن. به هر حال نتیجه گرفته که مردم خودشون میدونن. آخرش نوشته گفته نظر من اینه که حالا یه رأی چیزی بدین، ولی گفته آقا مردم خودشون میدونن که برن رأی بدن یا ندهند. در واقع جرأت نکرده خودش بگه که من لا رأی نمیدم یا هر چیز دیگری. این وضعیت روزنامه‌های ما در به موضوع نماینده ها و وعده هاشون اشاره کردی. من میدیدم که خیلی از تحلیلگرا می نویسن که بسیاری اصلا به کارکرد مجلس دیگه اعتقادی ندارن. یه زمان شعار مجلس در رأس امور است میدادن، حالا اصلا کارکردی نداره براشون مجلس شورای اسلامی. بله. به بعدی برسیم، به روزنامه هم‌میهن که امروز به حرف‌های یکی از این خبرگانی‌ها پرداخته و اینکه گفته آقا مملکت دیندار نیست و جوان‌ها دیگه استخوان‌بندی دینی ندارن، همین حرف قشنگی زده، گفته هنوز هم دیندارهایی که تو این مملکت هستن جوانان قبل از انقلاب هم که اون موقع استخوان‌بندی دینی داشتن. شما چه کردین اون 45 36 سال که همه چیز دستتون بوده و وضعیت اینه؟ البته مردم ما میدونن که اینها چه کردن و برای چی چنین دینگوریزی شکل گرفته. بله، به روزنامه بعدی هم برسیم و روزنامه جهان صنعت که متاسفانه این گزارش خیلی تلخه. امنیت غذایی مردم در تیرس تورم هست، به این معنی که همین گوشت مثلا 40% بالا رفته نسبت به پارسال و مردم دیگه ندارن که خوراکی تهیه کنن. و به آخری هم برسیم، تنها خبر خوشی که الان هست در مورد ریتم گرفتن اقوام در کوچه بوشهر که خیلی چیز جالبی است و جشنواره مردمی اونجا تشکیل شده بدون حضور حکومت و قرار هستش که موسیقی اقوام ایران در اونجا جشنواره کوچه در بوشهر تصاویرش فوق العاده است. متشکرم ازت محمد رهبر اینجا در استودیو. اما خیزش زن زندگی آزادی الهام بخش بسیاری از هنرمندان برای انتشار آثاری در توصیف روزگار ایران و مردمانش شده و در این میان هنرمندان در تبعید که فرصت ارائه بدون سانسور آثار آنها فراهم شده سهم بیشتری در عرصه هنر اعتراضی داشتند. دورسا خواننده جوان و فعال در سوئد از جمله این هنرمندان است. همکارم مهران و عباسیان با او گفتگو کرده، ببینید و بشنوید. بله خواهش میکنم. نه چقدر خوب شد که تا آخر بمیرم برات خونه یه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه هاتو ببینم. من دورسام، 9 سال مهاجرت کردم سوئد، با خانواده مهاجرت کردم و همیشه یه چیزی توی ذهن من بود، یه چیزی درون من بود و از وقتی که موزیک گوش میدادم گفتم یه چیزیه که من نمیدونم چیه ولی باید پیداش کنم. یه چیز ساز نمیتونه باشه. احساس کردم که یه کششی من بخوام خوندن دارم و
اینکه میتونم اون احساسم رو تخلیه کنم، احساس کنم آزاد شدم و خدا رو شکر که من تونستم این احساس رو و این استعداد رو پیدا کنم در خودم و بتونم توی این شرایط مهاجرت و سختی هایی که اینجا هست باهاش زندگی کنم. صد سایت بیا سالم نو بشه همین زندگی، باید تموم شه خورشید گرفتگی، ببینیم نور از آسمون. سهم ما نگاه، زمان گذشت و داغ ما رو کم نکرد، باید پیروز شیم ما تو این نبرد برای نسل بعدمون. خب تایمی که اتفاقاتی که توی ایران می افتاد فشار خیلی زیادی روی هممون بود. من یادم اولین کاری که دادم روی اون کار لایف خوندم. شبانه من یه شب خوابیده بودم و توی اینستاگرام شنیده بودم که داستان مهسا امینی عزیزمون رو، اما نمیدونستم، هنوز برام جا نیفتاده بود چه اتفاقی افتاده. خب ببینید، من اصلا سواد سیاست رو بلد نیستم، من اصلا سواد سیاسی ندارم و اون چیزی که من رو از نظر روحی کاملا آروم میکرد چیزی بود، اون فقط تخلیه احساساتم بود که احساس میکردم اگر من الان به جای این که با یه دونه استوری، یه دونه پست، خب بقیه مردم همه دارم میکنن، اون کافی نیست، من میتونم اون احساس همدردی رو، اون غم بزرگ خانواده ها رو به مدت یک دقیقه، شاید 30 ثانیه، بتونم اون بار رو سبک کنم. سپاس بسیار از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. تا کم تر از نیم ساعت آینده همکارم پریسا صادقی با شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید.